بینندگان عزیز برنامه راه حل، من سعید سلطانپور 67مین برنامه راه حل رو از شبکه تلویزیون تن از محل استادیومون در ریچموند هیل در یک روز بسیار آفتابی و زیبای پاییزی، اولین هفته پاییز در استان آنتاریو خدمت شما عزیزان که با ما هستید تقدیم میکنم و امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید. این هفته هم که همونجوری که میدونید با اینکه ما داریم میریم سمت پاییز، ولی خبرهای داغ و تحولات جهانی بسیار زیاده، مخصوصا در مورد کشور عزیزمون ایران. و ما هم مانند گذشته با یکی از کسانی که در مورد ایران و آمریکا صاحب نظر هستند گفتگوی داریم که شما عزیزان هم شاهد آن خواهید بود. مهمون برنامه ما آقای جلیل مرتضوی، روزنامه‌نگار و مدیر سایت usiranaffairs.com هستند که از بوستون آمریکا با ما در تلفنی در جریان هستند و ایشون هم خیر مقدم میگیم. آقای مرتضوی سلام عرض میکنم. آقای سلطانپور منم از زیاده و احترام دارم خدمت شما و بینندگان خوبتون و از بوستون بزرگ. ما هم با هوای پاییزی 61 درجه فارنهایت که پاییز نیو انگلند در حقیقت یکی از زیبایی های خاص خودش در سراسر دنیا، ما در خدمتیم. خدمت از باز اونجا هوا چجور؟ هوا که گفتید خوب، اوضاع سیاسی اونجا چطوره؟ بوستون دست دموکرات هاست یا جمهوری خواه؟ بوستون همیشه دست دموکرات هاست، به خاطر اینکه بوستون محلی هستش که جان اف کندی به دنیا اومده و جایی که جان اف کندی ها باشه، تد کندی ها باشه، این ایالت ما همیشه دست دموکرات ها بوده. بله، خدمت رو عرض کنم آقای مرتضوی، این روزها میبینیم که آقای احمدی نژاد به اومدن به آمریکا در 8مین سفرشون به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و 9مین سفرشون به آمریکا که به قولی شیطان بزرگ هست با کلی اعوان و انصار اومدن اونجا. شما این سفر رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بله، به نظر من سفر بطور رئیس جمهور ایران، حالا احمدی نژاد هر کسی باشه، یک فرصتی هستش برای ایران که بیاد در مجمع عمومی سازمان ملل مثل سایر افرادی که توی شرکت میکنن، نزدیک به 200 کشور دنیا شرکت بکنه و حرفایی بزنه، چون این میکروفون به طور مساوی در اختیار همه قرار میگیره. 40 دقیقه به ایشون میدن، 40 دقیقه به مثلا رئیس جمهور امریکا یا رئیس جمهور چین یا هر کسی دیگری. خب بعضی کشورها رئیس جمهورشون رو میفرستن، بعضی کشورها وزیر خارجه، بستگی سلیقه اون کشورها. به نظر من اومدن آقای احمدی نژاد در سازمان ملل در یکی دو تا جلسه اول که توجه خیلی رو به خودش جلب کرد خوب بود، ولی بعض موقعها به نظر من اتفاقایی افتاده و چون آقای احمدی نژاد میدیا را اونجوری که باید و شاید از طریق دیپلماسی بره جلو فراموش میکنه. و همیشه هم میدونیم مشکل اینه که شما وقتی در سازمان ملل صحبت میکنی، یک شخصی مثل آقای احمدی نژاد همیشه میدونید دو تا موضوع رو داره، یکی این که با جهان داره حرف میزنه، دوم این که حرفایی که میزنه باید حرفایی باشه که مصرف داخلی خودشو در نظر بگیری، اونایی که اینو فرستادن. اینه که بعضی موقعها صحبتهایی میشه در این نشستها که ممکنه منافع ملی ما رو در نظر نگیری اونجوری که باید شاید مدل ما میخواد، ولی در کل آقای احمدی نژاد به عنوان کسی که اومده حرفشو زده، از استقلال ایران صحبت کرده و از توانمندی های کشور ما گفته، به نظر میرسه که به عنوان یک ایرانی اگر شما ارزیابی بکنید اون چیزهایی که در گذشته ایران بوده با الان که ایران یک کشور مستقله و تصمیم خودشو میگیره در تهران، دیگه تصمیم ها مثل قبل از انقلاب نبود که در لندن و واشنگتن گرفته بشه، حالا این تصمیم ها چه غلط باشه چه درست باشه در تهران گرفته میشه و ایشون میاد اون دیدگاه ها رو برابری برداشت های خودشون در سازمان ملل با همه تقسیم میکنه. از این نظر به نظر من بد نبود.
بله، خدمت شما عرض کنم همونجوری که گفتید به درستی هم اشاره کردید، مثلا آقای اوباما دقیقاً پیامی که داشتن پیامشون به مردم آمریکا بود، ولی از مسلمان‌های جهان اسلام شروع کردن و بعدش هم آخرش هم خب البته با ایران تموم کردن. یعنی در این حال خیلی راحت پیام دادن به مردم که آقا خیلی قاطع خواهند بود. ولی نکته ای که هست، چه آقای احمدی نژاد چه آقای اوباما هر دوتاشون دوران پایان دوران ریاست جمهوریشون، البته احتمال اینکه آقای اوباما انتخاب بشن هست، ولی آقای احمدی نژاد نیست. بنابراین کسی حرفای دوتاییشون رو جدی نمیگیره، چون این حرفا باید سال اولی که شما پرزیدنت هستی میای باید بگی. یعنی از نظر تحلیلگرها شاید مردم معمولی باور کنن چون ندونن چه پروسه چیه. شما چی فکر میکنید؟ ببین، اولا که آقای احمدی نژاد دیگه نمیتونه انتخاب بشه، یعنی نمیتونه در چیز شرکت بکنه در انتخابات ایران. ولی آقای اوباما با تمام آمارهایی که ما داریم میبینیم، اگر آقای اوباما انتخاب نشه خیلی سورپرایز میشن، چون در الان که تمام آمارهایی که در امریکا تا الان اومده بیرون از گلپ پول گرفته تا شبکه‌های دیگه، به احتمال قوی آقای اوباما میبره، چون برنامه‌هایی که برای مردم امریکا و برای اکثریت امریکا در نظر گرفته که طبقه کارگر و طبقه زحمتکش، طبقه نیازمند مملکت، همه این برنامه‌هایی که آقای اوباما در 4 سال گذشته تلاش کرده، همه در حقیقت میشه گفتش که توی اردوی آقای اوباما هست. این که آقای اوباما انتخاب بشه، من خیلی خیلی امیدوارم که 100% میشه، مگر اینکه یه اتفاقی بدی بیفته در 4 روز آینده. ولی آن چیزی که خیلی مهمه آقای سلطانپور اینه که خیلی بهش دقت نکردن. ببین، آقای مرسی رئیس جمهور مصر توی این سخنرانی که خودش ایراد کرد در سازمان ملل، حرفایی زد که احمدی نژاد هم زده، ولی میبینیم که چون احمدی نژاد و یهودی ها بر علیهش بلند شدن و لابی های اسرائیل بر علیهش تمام رسانه ها رو میخوان پر بکنن، در صورتی که آقای مرسی گفتش که ما آزادی رو دوست داریم و آزادی خیلی چیز خوبیه، ولی به شرط اینکه به مذهب ما توهین نشه. ما هیچ گونه توهین به مذهب ما، چه حرفی باشه چه غیری حرفی باشه، به هیچ وجه قبول نمی کنیم در هر شرایطی که شما حساب بکنید. الان این اگر احمدی نژاد زده بود به این شکل، آقا همه جا برعلش باستاب می دادم. حالا نکته خیلی جالبی که خدمتتون بگم آقای سلطانپور، احمدی نژاد پارسال 11 سپتامبر را مورد در حقیقت شک و تردید قرار داد، گفت این یک کاری هستش خودشون درست کردن برای کنترل جامعه، تراژدی 11 سپتامبر رو. در صورت که آقای مرسی که اون موقع یکی از رهبران اقبال مسلم بود، در سال 2008 حتی دستور داد کمیته تشکیل بده از نظر کارشناسی بررسی بشه که چجوری میشه دو تا هواپیما میان این دو تا ساختمان رو به هم بزنن. حالا وقتی ایشون رئیس جمهور شد، همین ماه می گذشته روزنامه واشنگتن پست یه مقاله نوشته بود به قلم رئیس مرکز مطالعات واشنگتن سنتر فور نیر ایسترن استادی، این مرکز مطالعاتی تینک تنک دست صهیونیست‌های یهودی و صهیونیست‌های آمریکاییه، همین مقاله نوشته بود که آقای مرسی یه مصاحبه انجام داده با آقای حمید شادی یا شادی حمید که خودش یکی از کارشناسان بروکلین اینستیتوته، همین ماه می گذشته گفته که اگر شما امریکایی‌ها فکر می‌کنید که با دو تا هواپیما مثل یک کارت با یک پنیر میره داخل این ساختمان به این بزرگی که پر از فولاده همه اونا رو آب کرده، شما نشون میده که به هوش حواس ما توهین میکنید. یه چیزی، یه همچین چیزی اصلا غیر ممکنه. اگر اینجوری بوده بس چطور یهودی ها اون روز نرفته بودن سر کار؟ ببین، اگر اینو به این شکل احمدی نژاد میگفت، الان شما همه جا میدیدید. حالا چرا این آقای رئیس مرکز مطالعات واشنگتن سنتر فور نیر ایسترن استادی مقاله رو نوشته بود؟ از آقای اوباما خواسته بود که اگر اجازه بده که مرسی با اون ملاقات کنه، باید اول اون
ایشون بیاد حرفشو پس بگیره بعد با اون ملاقات بکنه. دلیل اصلی مقالم در قسمت ستون واشنگتن پست به همین شکل بود و حالا میبینیم که مهم نیستش که چی گفته شد، مهم نیست که کی اینو گفته و کیها میخوان بازتابش بدن. خب این به همونم میپردازیم، ولی ببینید یک نکته‌ای که هست، مثلا سال گذشته به دلیل اینکه آمریکایی‌ها رد کردن تقاضای ملاقات با احمدی نژاد و اصلا بنابر گفته‌های بعضی از رسانه‌های داخل کشور ایران سخنرانی عوض شد، سخنرانی احمدی نژاد عوض شد و این 11 سپتامبر اومد توش و می‌دونید که تقریبا تمام نماینده‌ها اون سالن رو ترک کردن. امسال کانادا و اسرائیل تنها کشوری بودن که نرفتن تو اصلا، بعدش هم آمریکایی‌ها بعد از چند لحظه ترک کردن، ولی اصولا بقیه کساب بودن. درست آقای سلطان، اولا قبل از این جاجرا اصلا خود کانادا، اسرائیل و امریکا به خاطر عید یان کپور نیومدن به جلسه. اینا گفته بودن قبلا به خاطر این عید یان کپور مال یهودیا، به مناسبت این عید لابد نماینده هایی توشون بودن که یهودی هن دیگه. اینه که اونا به خاطر عید اصلا نیومدن تا ترکم بکنن. خیلی هم میخوام بگن نه اونا تأکیدن اصلا نیومدن به خاطر همین عید. حالا در هر حال اصلا بحث ببینید موضوع اینی که ببینید یک چند تا پارامتر که ما واقعا از دولت ایران خیلی بعیده کسی که واقعا بدونه و به قول معروف اگه بخواد یک عاده ملی هم بکنه که کمتر همچین چیزی رو حسی رو دارن، اینی که یک گروه پا میشه میاد. من بعید میدونم آقای مرسی مثلا با 110 نفر آدم 120 نفر آدم اومده باشه توی نیویورک. ببینید آمریکا تحقیر میکنه جمهوری اسلامی رو، جنگ روانی تبلیغاتی دارن با هم دیگه. بعد من در تعجبم آقای احمدی نژاد 120 نفر آدم میاره، از شیوهای 25 کیلومتری هم نمیتونن برن، خودشون هم میدونن با هیچ کشوری هم ملاقات نخواهند کرد. احمدی نژاد با رئیس جمهور کومور و یه دونه نخست وزیر سووازیلند توی آفریقا ملاقات کرد، با هیچ کس دیگه ملاقات نکرد. بنابراین من نمیدونم وجود این همه هیئت 120 نفر توی هتلی که شبیه 650 دلار پولشه، این در تناقض کامل با حرفایی که مثلا میگن آقا جهاد اقتصادی، مبارزه با فقر، این چیزایی که رژیم جمهوری اسلامی از اول انقلاب میگه و گوش همه رو کر کرده، در حالی که ما در اون طرف مثلا ما میبینیم که رهبر استقلال طلب ایران و کسی که نماینده ملی و به اصطلاح دموکراسی خواهی مردم ایران زنده یاد دکتر مصدق، وقتی میره دیوان لاهه برای نفت خودش از جیب خودش پول میده، ولی ما میبینیم اینجا وقتی میشه میگن وقتی پول مال کسی دیگه باشه حاتم طایی بودن مثل که خیلی آسونه. به همین دلیلی که خود مردم، حتی بسیاری از خود کسایی که نزدیک به حکومت ایران هم ناراضی بودن، چه برسه به مردم که اکثرا ناراضی هن در این شرایط و خارج از کشور هم که خب اکثریت ناراضی هن. بنابراین مشخص بودش که احمدی نژاد اومدنش با این همه هیئت یک شکست خواهد بود. شما چی فکر میکنید؟ آقای سلطانپور یک جوکی در نیویورک در بعضی جاها که به همدیگه دوستا میفرستادن از طریق همین اسمس منم دریافت کرده بوده این بود که میگفتن آقای احمدی نژاد میبره کچلوارشو بدن اتو کنن، بعد یارو که اونجا مغازه داشته میگه مسئله نیست بشینیم پشت اتو میکنم، بعد میگه چقدر میشه، یارو گفته که 15 دلار، گفته 15 دلار فقط برای یه اتو؟ بابا تو تهران ما 2 دلار بیشتر نمیگیریم. گفته بود جدی میگی؟ گفت ولی پول هواپیماش حساب نکردی، یعنی از ایران که اومدی. ببین درسته، من به نظر من فقط تنها چیزی که در مورد این مسئله که این بابا میاد 120 نفرم با خودش میاره، باید برای مردم ایران، یعنی اونایی که خودشون میگن که امت اسلامی، باید برای مردم ایران که در حال حاضر با این وضعیت اقتصادی، با این گرانی و با این بدبختی که اکثریت زندگی میکنن، باید توضیح بدن دلیل آوردن 120 نفر چی بوده. چون رئیس جمهور میدونی که برای 50-60 نفر باید با خودش بیاره، چون یه دشت مال محافظین هستن، یه دشت مال مثلا کسانی که میتینگاش هندل میکنن، کسانی دیتیلا را سخن
سخنرانی ها رو باش چک می‌کنم، مشاوره، خیلی چیزای دیگه. به هر حال ما دیدیم رئیس جمهور دیگه 50 60 نفر با خودشون میارن، ولی بقیه آدما باید توضیح بدن که دلیل اصلی اومدنشون چی بوده، آیا مفید بوده. مگر اینکه یه چیزایی هست که ما هنوز نمیدونیم، این ایده اومده بودن به طور به قول معروف سری، به طور محرمانه مذاکراتی را با امریکایی‌ها شروع کردن که به دلیل اینکه اسرائیلیا الان خیلی به تب‌وتاب افتادن و وحشتناک اینا نروسن که نکنه با امریکایی‌ها دارن زد و بندی، یه به هر حال پشت پرده مذاکرات داره انجام میشه، ممکنه اینا به توافق برسن، اون موقع دیگه اسرائیلی‌ها وضعشون ناجور میشه. چون ما میدونیم به محض اینکه ایران با امریکا رابطه برقرار بکنه دیگه اسرائیلی‌ها اون لورج در امریکا نخواهند داشت، چون سرصدای امریکایی در اومده سالانه 4 میلیارد دلار به اسرائیل پول بلاعوض میدن، در صورتی که مردم امریکا بیکارن. میدونیم بیش از 20 میلیون امریکایی بیکاره، 47 میلیون امریکایی میدونیم که فودستم میگیره چون نمیتونه غذای خانوادهش تامین کنه، کارش از دست داده، وضع اقتصادی. اسرائیلی هم اینا میدونن ولی چون لابی قوی دارن به همین خاطر نگرانن، چون اینا همیشه میگن آقا ما حافظ منافع شما در خاورمیانه هستیم و این حافظ منافع همیشه ایران لولو خلوه. اگر این ایرانو از این حالت امریکایی در بیارن که رابطه برقرار بشه، دیگه اسرائیلیا 100% در واشنگتن نمیتونه از این داستانا بگن. اگر این تعداد آقای سلطانپور اومده بودن اینجا دارن مذاکره میکنن، من مشکلی ندارم با اومدنشون، ولی اگر اومدن چون رئیس جمهور به اینا میخواد حال بده، اون موقع دیگه تمام تشکیلات زیر سوال میره. قایتن مسئول، ببینید در تو برمیگردیم به این مبحث، ولی خدمتتون میخوام عرض کنم که نتانیاهو که امروز اومدش آقای اوباما باهاش ملاقات نکرد و این برای اولین بار بود. این خیلی پیام محکمی بودش به نتانیاهو و همونجوری که گفتید نشون میده که نتانیاهو به شدت نگران شده و جنای جنگ طلب اسرائیلی‌ها که نکنه ایران دارن با ایران معامله میکنن. چون در انتخابات آمریکا تو این سالهای اخیر ایرانی‌ها یک طرف خیلی مهمی هستند برای اینکه کی پیروز بشه، کمان که تو جریان ریگان عملا باعث شدند که کارتر ببازه و ریگان ببره. یعنی جمهوری اسلامی به خوبی سیاست جهانی رو بازیشو بلده و بازی میکنه و اینم اونا خوب میدونه. آقای سلطان با یه موضوع که شما به درستی اشاره کردید که آقای اوباما ملاقاتی حتی درخواست شده بود از آقای اوباما که در نیویورک با نتانیاهو ملاقات کنه، گفته وقت ندارم. حتی دفتر نتانیاهو به کاخ سفید میگه خب آقای نخست وزیر میاد واشنگتن، نگران نباش. باز اینا گفتن که ما وقت نداریم چون انتخاباته. جالبه که در کنوانسیون حزب دموکرات در رالی کارولینا اونجا اینا میخواستن که اورشلیم را به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل جز اجندای کنوانسیون بدن و اینو به رأی گذاشتن و شهردار واشنگتن که چند شهردار لس آنجلس که رئیس جلسه بود چندین بار از مردم خواست، اونایی که عضو رسمی حزب دموکرات نمایندهشون بودن، گفتن آقا اینو میتونیم توی اجنده قرار بدیم، همه با صدای بلند گفتن نه. سه بار رأی گیری کردن، هر سه بار رد شد. یعنی دموکرات‌ها دیدن که منافعشون این نیستش که اورشلیم رو پایتخت رسمی اسرائیل بدونن، به هر حال دنیای عرب هست که اینا منافع دارن. به همین خاطر اینها نگرانن که آقای اوباما در آمارها هم جلوی پردام برنده شد، به هر حال میخواد یک رابطه برقرار بکنه. آیا این بشه نشه، اونا دیگه نگرانی آیندهش، در صورتی که به همین خاطر پولای کلانی آقای میدرامنی دادن که بتونن آقای میدرامنی را امسال رئیس جمهور امریکا بکنن که تمام آمارها فعلا بر علیه ایشونه. بله، خدمت شما عرض کنم که البته آقای نتانیاهو طبق معمول دوباره ایران رو تهدید کردند و گفتن ایران حق نداره که به اصطلاح به آن درصد، به 20% غنی سازی برسه، چون قراره اگه برسه بمب خواهد درست کرد، بمب اتمی درست خواهد کرد. البته من فکر میکنم که اینی که نتانیاهو همش به قول معروف تون تون ایرانو تهدید میکنه و کسی هم نیست که بگه آقا خب بابا چرا ایرانو تهدید میکنید،
چون اینا یک چیز به خوبی میدونن که احمدی نژاد یعنی رئیس جمهور تو ایران فرمانده کل قوا نیست، یعنی رئیس جمهور حتی نمیتونه رئیس کلانتری هم باشه، یعنی به غیر از بخش محافظت خودش هیچ کس هیچ ارگان دیگه زیر دستش نیستش که مسلح باشه. بنابراین رئیس جمهور تو ایران عملا کاری نیست، کمان که خود خامنه‌ای هم تو یزد بود سال 88 بود که گفت اگر قرار باشه که احمدی نژاد خیلی داشت میرفت که به سمت آمریکایی‌ها، گفت اگر قرار باشه که با آمریکا هر وقت صلاح شد صلاح بود منم که میگم که کی باید بریم با آمریکا قرار ببست چیز ببندیم مثلا مذاکره بکنیم. بنابراین آمریکایی‌ها به خوبی فهمیدن که خامنه‌ای حرف آخر میزنه و احمدی نژاد کاری نیست، به اضافه اینکه دستگیری اکبر جوانفکر هم مشاورش همزمان با اینکه احمدی نژاد توی نیویورک بود خب خیلی پیام روشنی که آقا ایشون تو ایران قدرت نداره، بنابراین اگرم قراره باش حرف بزنین بی خود حرف نزنین، قدرت جای دیگه است و اونها هم فکر کنم به خوبی میدونن. دقیقاً درست اشاره کردید، بخصوص که وضعیت آقای احمدی نژاد در یک سال خود گذشته برای اونهایی که مسائل ایران رو دنبال میکنن خیلی واضحه. آقای احمدی نژاد که یک درگیری داشته با آیت الله خامنه‌ای، معلوم شد که آیت الله خامنه‌ای حرف آخر رو میزنه. آقای احمدی نژاد در امریکا یه اصطلاحی هست میگن لیم داک پرزیدنت، یعنی یک رئیس جمهوری که به اردک لنگام معروفه. بنابراین آقای احمدی نژاد 100% نمیتونه تصمیم بگیره نه حرف آخر رو بزنه. حالا اینا اینو دارن تو رسانه ها هی میبرن بالا و این سخنرانی آقای نتانیاهو هم که بیشتر شبیه جوک بود در سازمان ملل، چون حرف تازه ای نزد، این حرفا رو دو سال پیش هم زده بود در همین سازمان ملل، همه هم میدونستن و تازه خیلی از این بلاگ ها نوشته بودن که امسال ایشون اومد یه کارتون بمب داشت نشون میداد. یعنی نهایتا این یک داستان دیگه قدیمی امریکای جورج بوش اتفاقا یه حرف جالبی زده بود. جورج بوش رئیس جمهور سابق اون موقع که آریو شرون رئیس نخست وزیر بود اومده بود پیش توی مزرعه بوش، میخواسته که راجع به ایران یه چیزایی به این نشون بده که امریکا رو وادار بکنه به جنگ. جورج بوش نگاه کرده و گفت آقا این نقشه را یه بچه محصل از گوگل هم میتونه در بیاره، اگه چیزی تازه داریم بیاییم به من بگین. یعنی نهایتا اینها هی سعی میکنن هی تهدید میکنن. و زمین آخرین صحبت هم در مورد همین آقای سلطان به خدمت شما و بینندگانتون بگم، اگر اسرائیل توانایی حمله به ایران رو داشت الان کرده بودیش. دقیقاً نمیزد. دقیقاً، یعنی اصلا واقعا خودشون هم میدونن تواناییشون ندارن، فقط به قول معروف کری میخونه. اینی که بدون وجود آمریکا اصلا امکان پذیر نیستش که اسرائیل بتونه به ایران حمله بکنه، نه توانایی نظامیشو داره نه توانایی به اصطلاح لوجستیکشو داره نه اینکه توانایی بعد از اونو داره. و اینی که فقط داره تحریک میکنه که یک اشتباهی یکی بکنه و اینا آمریکا رو درگیر بکنن با ایران. دقیقاً همینطوره. و امریکایی خیلی باهوشن، به خصوص که مشاورین آقای اوباما این مسئله رو به درستی میدونن و اونا گفتن که آقا شما نگران نباشید، ما خودمون میدونیم. حتی آخرین صحبتی که وزیر دفاع امریکا آقای پناتا کرد گفت ما به اندازه کافی در ایران اینتلیجن داریم، اگر ما بدونیم که اینا دارن بمب میسازن که نه بمب ساختن و نه تصمیم گرفتن، اگر اون بشه ما یه سال وقت داریم جلوگیری کنیم. تمام شد رفت. خدمت رو از کنم که اتفاقا یک نکته هست، من یادم سال 65 بودش که آقای رجوی رهبر مفقود الاثر مجاهدین اون موقع البته خب خیلی کری میخوند و خب هنوز حوادث هنوز روشن نشد مثل الان، توی نشستی که در بغداد بود در اشرف بود اعلام کردش که هر وقت یعنی رفسنجانی میخواستش که به آمریکا نزدیک بشه تلاش میکردش که میگه ما باید با هر قیمتی اینو ممانعت بکنیم. البته خب اون موقع واقعا مشخص نبودش که از کجا انجام میشه، اون موقع ما فکر میکردیم که واقعا نفوذ مثلا مجاهدینه که میشه. بعدها که خب حوادث بازتر شد طولانی تر شد مشخص شدش که لابی اسرائیل در آمریکا بودند که کمک میکردن و هر آن به اصطلاح مانع میشدن که روابط بین ایران و آمریکا برقرار بشه. و خب البته هرچی که گذشت این مسئله حادتر شد و بی‌اعتمادی بین دو تا کشور عمیق‌تر شد به طوری که خب همچنان بحرانیه. الان هم می‌بینیم که خوشبختانه از نظر من البته مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا هم در اومدن، هنوز اعلام نکردن، فکر کنم نمی‌خواستن تداخل پیدا بکنه با این مسئله سازمان ملل، ولی همین هفته اعلام می‌کنن.
ولی در حال نشون میده که یک معادلاتی داره اتفاق میفته و یک سیاست‌های جدیدی در پی هستشون. در حال نشون میده و خدمتی که مجاهدین اون موقع کردن که مانع رابطه بین ایران و آمریکا شدند، الان نوبت لابی اسرائیلی که خدمتشون و پاداششون رو بهشون بده و از لیست تروریستی در بیاره. من شخصا عرض کردم من خیلی خوشحالم که مجاهدین از لیست تروریستی در اومدن، چون معتقدم که سازمان اون موقعی که واقعا مردم ایران بسیار از جوانا باهاشون بودن، فعال بودن، داخل کشور بودن، به مردم اعتماد داشتن، برای مردم کار میکردن، متاسفانه به خاطر تحلیل‌های غلط رجوی نتونستن کاری بکنن. حالا که دیگه سالهاست که از ایران خارج شدن و در کنار دیکتاتورها و فاسدها بودن و فکر میکنم اکثریت مردم ایران نسبت بهشون نظر منفی دارند، هیچ گونه کاری نمیتونن بکنن. شما چگونه میبینید تحولاتو؟ بله، به درستی اشاره کردید. میدونید که مسئله مجاهدین برمیگرده به تاریخچه‌شون و اگر شما نگاه بکنید حتی روزنامه های امریکا وقتی راجع به این مسئله مینویسن میگن مجاهدا با صدام یعنی همراه صدام بر علیه ایران جنگیدن و یعنی نشون میده که حتی اینها هم میدونن که سابقه این گروه در میان مردم ایران چی هستش. یعنی گروهی که بره صدام و با هم بر علیه ایران حمله بکنه موضعش مشخصه. اما در مورد اینکه امریکایی‌ها میخوان از لیست تروریست در بیارن، میدونن که مجاهدا $2 میلیون پول دادن با این افرادی که استخدام کردن به عنوان لاوی، مثلا مثل گینگریچ ها، مثلا شهردار سابق نیویورک آقای جولیانی و بسیاری کسان دیگه، که بیاد توی مجالس اونا سخنرانی کنه و در کنگره به نفع اونا لابی بکنه. در صورتی که اگر نگاه بکنیم به افشاگری روزنامه‌نگار معروف امریکایی سیمور هرش که 2-3 سال پیش اینو تو مجله نیویورکر نوشتش که ایده ای از مجاهدا را امریکایی ها آوردن در ایالت نوادا دارن تعلیم جنگی و اینجور چیزا بهشون میدن. یعنی اینها قبل از اینکه این از لیست تروریست بیاد امریکایی با اینا کار میکردن و اینا همیشه به عنوان برگ مذاکره دست امریکایی هستش. و حتی بسیاری از آگاه ها میگن که اسرائیلی ها تمام اطلاعات ایران را به اینا میدن که اینا اعلام میکنن دوباره اسرائیلی از اینا کد میکنه. یعنی اونها میگن که اینا رو مجاهدا گفته. بنابراین حالا اونا چه از لیست در بیان چه در نیان، من فکر میکنم در حال حاضر چون برای مردم ایران روشنه و جایگاه و پایگاه در درون ندارن، نقش آنچنانی بازی نمیکنه. البته امریکایی‌ها توضیح جالبی دارن، میگن که اگر ما اینا از لیست تروریست‌ها در نمی آوردیم، اینها نمیتونستن عراق رو ترک کنن، چون هیچ کشوری در دنیا حاضر نبوده با این رسم و نشون اینا رو بپذیره. حالا از لیست تروریست ها در میاریم تا کشورها بتونن به اینها پناهندگی بدن. یه دشون میرن اروپا، یه دشون میرن پیش شما تو کانادا. حالا نمیدونم امریکایی ها مقدارشون اجازه بدن یا نه، اون یه بحثی هستش که الان در وزارت خانه هنوز مورد بحث گفتگوه. یکی از واقعیت‌ها همین اتفاقا که از بحث‌های هستید که خب آقای وزارت امور خارجه کانادا، آقای هارپر، آقای خانم کلینتون، خب آقا جان، خانم جان، اینا رو برشون دادیم بیارین آمریکا، کانادا، چه اشکال داره؟ آقا 3000 نفر هیچ جای دنیا به هم نمیخوره. بیارینشون همینجا. اگر راست میگید، واقعا اگر فکر می‌کنید که به اصطلاح اگر مسئله حقوق بشره، می‌دونیم که مسئله حقوق بشر نیست، مسئله بازی‌های سیاسی دیگه، وگرنه 3000 تا پناهنده رو آوردن با 3-4 تا هواپیما آوردن، هیچ گونه خدشه‌دار نمی‌کنه نه قوانین کانادا رو نه قوانین آمریکا رو. و خیلی هم خوبه بالاخره مسائل حقوق بشر اونجوری که شما میگید حل میشه، ولی مسائل به غیر از این چیزاست. نه اصلا درسته، چون اتفاقا 2 سال پیش هوشیار زباری وزیر خارجه عراق هم در مصاحبه با بی بی سی گفت، اونا راجع به مسئله حقوق بشر اینا صحبت کردن در رابطه با مجاهدین، بعد اون میگفت که کشورهایی که از عراق انتقاد میکنن در رابطه با این موضوع، میگفت اگر اینا خوبن پس چرا نمیان ببرن؟ آقا هر کسی میخواد این گروه رو از اشرف ببره، ما حاضریم هر ثانیه کمکشون کنیم، هواپیماشون ما میدیم. گفت در کدوم یک از این کشورهایی که از ما انتقاد میکنن یک گروهی میاد
تو اون کشور یک اردوگاهی رو میگیره و برای خودش استقلال پیدا میکنه. گفت کسی اجازه میده در دنیا که ما هم بدیم؟ اتفاقا حرف خیلی جالبیه که بعدن این جریان لابی و این خرجایی که کردن صرفا حالا میخواین که جنبه قانونی بدن که اینا رو کشورهای دیگه هم خواستن بپذیرن، دیگه میگن آقا اینا دیگه تروریست نیستن دیگه، چون امریکا از لیست در آورده. داستان اینه. خب الحمدلله، اقلا شاید خدا رو شکر اقلا اینا وقت پیدا میکنن و بعدن میتونن عکس آقای رجوی رو ببرن این کلانتری های سراسر عراق و اینور اونور رو پخش کنن، پولم که این به جای 2-3 میلیونی که دادن به این لابی ها اومدن اونجا سخنرانی بدن و این تلویزیون ها عکس آقای رجوی رو پخش کنن، اقلا شاید خودی مژدگانی تعیین کنن. شاید خدا رو چه دیدی، شاید پیدا شد، چون از 2003 ایشون دیگه هیچ کس ندیدتش و در حال اتفاقا یک از سوالایی که بر از این که از لیست در میان که خب آقا این آقا کوشش، این آقایی که اومد این همه تحلیل داد، درگیری ایجاد کرد و در حال برای خودش میگفت آقا ما مرکز تکامل دنیاییم، حالا کجاست؟ خودش بس کوش. این سوالیه که این دوستان مجاهد ما فکر میکنن خونه خاله است تو میدل ایست، هر کسی بیاد از رو یارو بره 8 سال 9 سال نباشه بعد بیاد بگه در بزنه بگه ما هم هستیم. اینجوری نیستش که، حتی تو سیاست کانادا و آمریکا هم اینجوری نیست. چه برسه توی ایران کسی که 8 سال مفقود الاثر شده بعدش هم بگن آقا کی بود من نبودم. اینا رو میتونی با بعضی از این سیاستمدارای ایرانی که در کانادا به هر حال در مجالس مختلف هستن از اونا هم سوال کن، چون این مجاهده به هر حال به اونا هم در انتخاباتشون پول دادن، اونا هم لابی کردن براشون. یعنی در حقیقت هر جایی که پول هست، ببین این سیستم خیلی جالبه، اونایی که برای مثلا یه پستی یه نماینده چیزی میخوان انتخاب بشن هر کسی پول بده همیشه طرف اونا رو میگیرن دیگه، چون به هر حال انتخابات و شما اونایی که در امریکا به کانستیتوئنسی معروفه به شما پول بدن شما منافع اونا رو در نظر میگیرین. خب مجاهدان به اونا پول دادن، در کانادا هم همه میدونن کیا این پولا رو گرفتن، منو بعد اونا بیان حالا بگن که آقا رجبی کجاست. دقیقاً بچه اتاق فرمان یه دونه ویدیویی هستش در رابطه با مجاهدین نماینده لیبرال ریسپونتیل آقای رضا موردی صحبت کردن با یکی از رادیوهای مجاهدین، هواداران مجاهدین اگر داشته باشن پخش کنن خیلی، نوار دومه اگر پخش کنن خیلی ممنون میشیم. تو صحبت به اینجا رسید خوبه اگر بتونن پخشش کنن. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 70 تن از ساکنین کمپ اشرف شهروند کانادا هستن. میخواستم بپرسم آیا اقدامی از طرف دولت کانادا برای کمک به انتقال مسالمت آمیز اونها به کمپ لیبرتی انجام گرفته یا نه؟ عرضم که در گذشته من راجع به ایرانیان ساکن کمپ اشرف صحبت کردم، حتی در یکی از سخنرانیام حدود 2.5 سال پیش بود در عام سخنرانی عام بود، اونجا هم خیلی قویا در این مورد صحبت کردم به دولت عراق و همینطور دولت امریکا که اون موقع عراق در عراق در اشغال امریکایی بود، خیلی به صراحت به دوزو گفتم که اینها مسئول جان ایرانیانی هستن که در کمپ اشرف زندگی میکنن. این رو خیلی به صورت اوپن و باز در سخنرانیم گفتم که الان در یوتیوب هم هست فکر میکنم و بعد از اونم با دولت کانادا هم در این مورد مکاتباتی داشتم و اخیراً حدود چند ماه پیش یک نامه محکمی به آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نوشتم در این مورد. قبل از کریسمس بود که اون ددلاینی رو که گذاشته بودن دولت عراق که تا آخر دسامبر باید اینا مثلا کمپ رو ترک بکنن که به هیچ وجه عملی نبود. بله آقای مرتضوی هم داری که هست، خانم مسئول رادیو خانم شبنم خانم فکر کنم بودن گفتن 70-80 نفر از بچه های مجاهدین بودن که اتفاقا اگر اشتباه نکنم 12 نفرشون چند ماه گذشته اومدن کانادا، یعنی هیچ وقت تو کانادا سازمان مجاهدین هیچ گونه محدودیتی نداشتش و خیلی راحت تردد میکردن، هر کاری میخواستن میکنن، هم پلیس میدونست هم سازمان امنیت میدونست هم احزاب میدونستن و اتفاقا 3-4 تا از نماینده ها بودن که ازشون حمایت میکردن، اتفاقا دوستشون هم لیبرال ها بودن و اخیرا هم که خب آقای موریدی بودن. یک چیز جالب اینه که حالا که از لیست در اومدن من فکر میکنم احتمال قوی بایستی شاهد فعالیت های بیشتری باشیم آقای موریدی توی مرکز توجه اینها بشه، به دلیل اینکه سال 2010 در فاندریزینگی که برای آقای موریدی بود در به اصطلاح تحت عنوان مهرگان، یکی از این کسایی که از بستگان مجاهدین و بستگان مجاهدین مسئول مالیشون در کانادا در تورنتو زندگی میکنن، ایشون اسپانسر برنامه آقای موریدی بودن،
همچنین ایشون کمک مالی کردن، هر ساله میکنن. سال 2011 من دیدم تو لیست بودن و همچنین مجاهدین به آقای مریدی نیروی انسانی میدن برای توی انتخابات. اینه که و میبینیم که موازی خیلی آقای مریدی نزدیک شده، چون میدونید که آقای مریدی سال قبل از 2006 شما اگر سراسر اینترنت رو بگردید شما حتی یک مقاله، حتی مقاله علمی هم از ایشون نمیبینید، چه برسه مقاله در رابطه با سیاست، مقاله در رابطه با حقوق بشر و و و. یعنی ایشون این سالهای اخیر شده و به همین دلیل من فکر میکنم که با توجه به اینکه ایشون خیلی نزدیکه به عنوان اینکه به عنوان یک مسلمان شناخته شده، مخصوصا ایرانیان به خاطر اینکه هر کی ایرانی باشه خیلی بهش احترام میذارن، این باعث شده که من فکر کنم ایشون خیلی به موازه لابی اسرائیلی تو کانادا نزدیک شده و عملا خطهای اونا رو داره پیش میره. مثلا آقای پیتر شرومن که نماینده تونهیله و همکار ایشون هم از اسرائیلی کاناداییه، ایشون این موازهی که ایشون میگیره آقای مریدی میگیرن ایشون نمیگیره. یعنی الان نشون میده که حزب لیبرال به گفته که آقا لابی رو بره. چون من یادم چند وقت پیشم گفتیم آقای نخست وزیر آقای دالتون مگنتی رفتن اسرائیل، ما گفتیم آقا چرا ایشون رفته اسرائیل مثلا جای دیگه نرفته. بعدن رئیس حزب آقای دکتر فرمانی بودن موقع یه مقاله نوشتن تو شهروند و از اینکه ایشون رفته اسرائیل دفاع کردن. تو اون سفرم آقای دالتون مگنتی یک قراردادی بستن با اسرائیل برای همکاری‌های علمی و دانشگاهی که البته چیز خوبیه، ولی نکته اینه بسیاری از ایرانی‌ها اومدن تو کانادا. آقای مرتضوی تو همین ریسپونتیل زندگی می‌کنن، همین حوزه‌ای که آقای مریدی هستن، بچه‌ای هستن که تخصص دارن، بچه‌ای هستن که تو اینجا درس خوندن، بزرگ شدن، تو دانشگاه متخصص شدن ولی کار ندارن. ولی آقای مریدی هیچ کاری براشون نکرده. دقیقاً همینطوره. ببین آقای مریدی شما اشاره کردید که هیچ مقاله علمی نداشته. مقاله سیاسی هم نداشتن، مقاله حقوق بشری هم نداشتن. آقای مریدی که برای خودش کار ایجاد کرده و در این مجلس آنتاریو بالاخره سراغ همه میره و مجاهدم یکی از اونا استش کمک کرده، پول داده، اینشون انتخاب شده، تا زمانی که اونا کمک کنن اینشون شغل خودشو دارن، بنابراین هوای اونا رو همیشه خواهد داشت. حالا جالبه که نیست. ببینید آقای مریدی حالا تازه از مجاهدها پول گرفته، از اونها حمایت میکنه، این به جای خودش. حتی آقای مریدی یه مصاحبه من ازشون دیدم در صدای امریکا که ایشون نمیدونم رشته تحصیلیش فیزیکی اتمه فیزیک دقیقا من نمیدونم، حتی اونجا برای اینکه اینقدر خوش خدمتی نشون بده به اربابای خودشون برگشت گفتش که ایران سه چرخه نمیتونه بسازه، دو چرخه گفتن. این ویدیوش هستش بچه ها، این ویدیو رو دارین پخشش کنین. بله اینو گفتن دو چرخه است. و اتفاقا یکی از بحثای دیگه هم که ایشون میکنن میگن که ایران نفت زیاد داره، نباید این انرژی هسته‌ای داشته باشه. یعنی در حقیقت بله الان اجازه دو چرخه بسازه چطور به خودش شرط میده؟ میلیارد ها دلار پول این مردم فقیر ایران رو خرج به اصطلاح این برنامه‌های بی‌معنی مثل غنی‌سازی اورانیوم بکنه. اینا هم بله. واقعا من یک سوال دارم از آقای مریدی. آقای مریدی اگر ایران نمیتونه دو چرخه بسازه، آقا شما استاد دانشگاهش بودی. آقای محترم اگر شما اگر الان میگیم رژیم دیکتاتوری تو ایران، شما که اومدی الان 91 تو کانادایی، چی کار کردی برای ایرانی های دانشجوی تو کانادا تو حوزه خودتون؟ مگه سال 2010 مگه انتخاب، مگه اعتصاب دانشگاه یورک شد؟ مگه 5000 تا دانشجوی ایرانی یورک ایرانی نبودن؟ مگه اینا ضرر نکردن؟ مگه از درس و زندگیشون عقب نیافتادن؟ شما مگه اون موقع معاون وزارت آموزش عالی اونتاریو نبودید؟ شما چی کار کردید براشون؟ بعدش شما حقوق بشری هستین؟ چرا همین هفته پیش جان برد وزیر امور خارجه کانادا با وزیر امور خارجه امارات متحده یک قرارداد 1 میلیارد دلاری برای تأسیس هسته نیروگاه هسته‌ای در امارات درست کردن؟ شما چرا موضع نمیگیرید بس؟ آقا چطور برای ایرانی که به اون گندگی نیروگاه اتمی بده، اون چیزی که اسرائیلیا میگن، ولی امارات متحده که اندازه محله تهران هم نیست و خیلی هم نفتش از ایران بیشتره، اون اشکال نداره، شما چرا چشاتون رو این چیزا میبندید؟ اینجاست که ما یاد اون آخونده میفتیم که آقای مرتضوی آخونده بوده، وقتی میخواسته قش کنه قسمت زنا قش میکرده، بهش میگن مردم اونجا رو همیشه تو قش میکنی، موقع روزه تو قسمت زنایی، تو قسمت مردا بیفت.
خب آقای موردی، شما که حقوق بشری هستین یه بارم اینوری قش کنید. چرا از کانادا مثلا انتقاد نمی کنید؟ چرا از امارات انتقاد نمی کنید؟ چرا از چین انتقاد نمی کنید؟ من یه سوالی دیگه هم دارم از آقای موردی. قبلا سوال خیلی است، بفرمایید. که برام تلویزیون داشته میگم، من سوالم این بود، حالا شما یه مقدار دیتیل تر کردید، حالا این سوال من دوباره تکرار میکنم که اگر ایران نمیتونه یه دوچرخه بسازه، پس آقای موردی چرا به این غربی ها نمیگه که چرا اینقدر نگرانید؟ ایران که دوچرخه هم نمیتونه بسازه، حالا چه برسه به اتم؟ پس ایران یک کشور عقب افتاده یکی که هستش که آقای موردی استادش بوده، همون عقب افتاده هم مونده و هیچی هم نداره. پس چرا نگرانید؟ آقای موردی باید به اینا بگه آقا نگران نباشه، اینا هیچ چالیشون نیست، دوچرخه هم ندارن. بله متاسفانه مشکل بزرگم همینه. به خاطر این ما میبینیم که، ببینید، یکی از مشکلات بزرگ واقعا هم همینه. میدونید مسابقه فوتبال بوده، مسابقه بینم دوتا تیم بوده، خیلی مشهوره، میگن آقا مربی تیم خودی گل میزده، آخر سر مربی میگه آقا ولش کنید مارادونا رو نگیرید، همین غضنفر خودمون رو بگیریم به خودمون گل نزنه. واقعا این گلایی که آقای موردی به تیم ما میزنه خیلی وحشتناک‌تره، چون به یک دلیل، ببینید، لابی اسرائیلی در کانادا که ایرانی ها میلیون ها دلار بهشون کمک اقتصادی میکنن، برای اینکه ما با اینها در حال تجارت میکنیم، هممون از خیلی از حوزه ها اونا هستن، از وکیل گرفته تا وزیر گرفته تا هوم دیپو و و و و و حالا هر چی هست، و هیچ اشکالی هم نداره البته، ولی اونا هیچ وقت نیومدن از جامعه ایرانی دفاع بکنن، هیچ جا. هر جام شده اگه زیرابی نرفتن عملا علیه کامیتی ما موضع گرفتن. نمونهشون روزنامه بنای برت بود که در رابطه با خشایارشاه بودش اطلاعیه دادن. خب آقا چطوری میشه؟ ما بس اینا دوست ما نیستن، درست دشمن ما نیستن، ولی لابی اسرائیل دوست ما نیست. ولی آقای موردی همش داره سنگ و سینه اونا رو به قول معروف همش داره برای اونا فعالیت میکنه، همش داره دنبال کار اونا میره و کامیونیتی ما رو هی میبره زیر، و واقعا مردم ما باید هوشیار باشن. حالا آقای سلطان با یه چیزی دیگه، در همین کانادای شما یادت باشه نشنال پست، این روزنامه دستراستی که بیشتر از موضع صهیونیست ها حمایت میکنه، در اون مقاله‌ای که به قلم طاهری، امیر طاهری نوشته شده بود که در ایران دستور دادن یهودی ها همه باید یک بندی به دستشون بیارن که نشون بده اینا یهودی هن، چاپ کرده بود در همین نشنال پست شما تو تورانتو. و جالبه که این آقای موریدی هم بهش گفتن هیچ موضعی نگرفت، در صورتی که نماینده یهودیا در مجلس ایران اومد اعلامیه داد که این دروغ، اصلا درست نیست، نه قانونی تصویب شده، نه دستوری داده شده، نه بحثی بوده، که بعدن نشنال پست اومد در چندمین صفحه پشتش هفته بعدش خیلی کوچولو معذرت خواهی کرد از بساب خواننده هاش، این اشتباه شده که یه همچون دروغی رو چاپ کرده، هنوزم مقاله های دیگری از امیری طاهری در اون رو چاپ میشه. بله از این آقای موریدی اگر واقعا یک انسان بود، انسانی ایرانی بود، میومد میگه آقا چرا دروغ بر علیه جامعه ما مینویسین؟ چون نفرت اینا، میدونی حرفای اینا باعث میشه که نسبت به ایرانی ها نفرت پیدا کنن دیگه. ما تو جریان زلزله دیدیم، تو ریچ مونتیل که داشتیم کمک میکردیم به دوستان آذریمون، آقا هر کی رد میشد نام ایرانی که میدید تازه اونا داشتن، فرهنگ هنر آذربایجان بود، همه آقا از اون رد میشدن میرفتن. یعنی اصلا اینقدر همه چیز به هم خورده، همه چیز رو با نفرت میبینن. در حال همین مثلا نشنال پست چند سال پیش بود، یه ایرانی دوتا فیوز فرستاده بود ایران، اینا با تیتر بلند نوشتن ایرانیان کانادین دیلر اتمی. آقا اگه کانادایی بوده فرستاده دیگه، چرا اگه خوب میشه شما ایرانیشو نمیگین؟ فقط موقع بعدش میشه تیتر بزرگ، هفت مقاله زدن سطح وسیع، ما اعتراض کردیم، بعدن آخرش البته تصحیح کردن دیگه، تیکشو یواش تو پایین مینوشتن. همیشه همینطوره، در صفحه های بعد، هفته بعد، که در صورت که اون تیتر هم نمیخونه، هیچ کی نمیخونه، چون بگردیم ولی هدلاین رو نمیگردیم. دقیقاً، یعنی حساب شده است. دقیقاً در حال واقعا من فکر میکنم که امیدواریم که آقای موردی خودشون تصحیح کنن، ولی اگه تصحیح نکنن هر کسی که بهشون کمک میکنه به جنگ، به تحریم، به کشور ایران خیانت میکنه. ما هیچ گونه مشکل شخصی هم با ایشون نداریم، بنابراین لطف کنید واقعا بهشون بگید بیادش واقعا تو خط مردم و اینقدر علیه ایرانی ها موضع گیری نکنه، واقعا جای تاسف داره. در حال
ما رو خط هستیم و آخرین لحظه‌مونه با آقای جلیل مرتضوی، روزنامه‌نگار و مدیر سایت usiranaffairs.com از بوستون آمریکا در خدمتشون بودیم. خیلی ممنون آقای مرتضوی. ما به آخر برنامه‌مون رسیدیم، اگه فرمایشی دارید که سریع بفرمایید. فقط این جمله رو خدمتتون بگم آقای سلطانپور، ببین در ایران هر حکومتی رژیمی میاد و میره، ولی این ایرانی که میمونه. ما باید منافع ملی را در رابطه با ایران که دین هر ایرانی به نظر من باید اینو همیشه داشته باشیم و در دفاع از اون منافع ملی در هر جا باشه باید دفاع بکنیم. به هر حال من از شما تشکر میکنم، از بیننده های خوبتون. من به همه شما در کانادا شب بخیر میگم. با سپاس از شما من تشکر میکنم، از همه به ویژه بینندگان عزیزمون. من نمیدونم اگه وقت داشتیم یه دونه آی هاو ا دریم شادمهر و ابی هستش، که البته مثل که دیگه وقتم نیست، ان شاء الله دفعات بعد. تا برنامه بعد شاد و شادکام باشید. خدا نگهدار.